سه‌شنبه شب 5 مرداد ماه شب کلینتون ها در فیلادلفیای امریکا بود. هیلاری کلینتون اولین زنی که در تاریخ امریکا به نامزدی یک حزب اصلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد، به مصاف دونالد ترامپ جمهوری خواه خواهد رفت. هیلاری کلینتون که بنا به سنت در گرد همایی حضور نداشت، در پیامی ویدیویی گفت: به دختر خانم هایی که اگر هنوز بیدارند و پای تلویزیون ها نشسته اند، من شاید اولین رئیس جمهوری زن بشوم، اما یکی از شماها رئیس جمهوری بعدی خواهد بود. اما رئیس جمهوری سابق امریکا بیل کلینتون که اکنون گرد پیری بر رخسارش نشسته، در ترغیب امریکایی ها به هواداری از همسرش هیلاری کلینتون را بهترین دوست خود نامید. وی با تاکید بر اینکه امریکا با هیلاری تغییرات لازم و واقعی را به خود دیده و فردایی بهتر خواهد داشت گفت: به این دلیل باید هیلاری را انتخاب کنید که در بزرگترین و قویترین کشور دنیا آنچه همیشه اهمیت داشته و در اولویت بوده است فرداست. در این شب و برخلاف زوج ترامپ، آقای کلینتون صمیمیت روابط یک زوج و خانواده را چاشنی و دستمایه سخنانش در تحت تاثیر قرار دادن حضار و امریکایی ها برگزید. هیلاری کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات معرفی شده و این نخستین بار است که یک زن نامزد یکی از دو حزب اصلی آمریکا در این کشور می شود. یکی از نمایندگان حاضر در این گرد همایی میگوید: من جزو نمایندگان حامی برنی و بخشی از جبهه پیشروی حزب دموکرات هستم، اما ما باید از نامزد منتخب حمایت کنیم. گام بعدی این پیشروی انتخاب یک زن است و او رئیس جمهور می شود. در زمان رقابت‌های مقدماتی، دونالد ترامپ که اظهار نظرهای وی نسبت به زنان خشم بسیاری را برانگیخته است، هیلاری کلینتون را به سوء استفاده از کارت زنانه و فمینیسم متهم کرده بود. فرماندار سابق پنسیلوانیا نیز از این انتخاب ابراز خرسندی می‌کند. کورتنی لابو، نویسنده و فعال حقوق زنان، می‌گوید او بیش از هر کس دیگری برای این سمت شایستگی دارد. در سراسر دنیا زنان رئیس جمهور وجود دارند و من اصلا نمیفهمم چرا ما در این زمینه این همه عقب هستیم. خبرنگار یورونیوز میگوید اگر هیلاری کلینتون بتواند آرای زنان را به خود اختصاص بدهد، پیروزیش تضمین شده است. برای رسیدن به این مقصود او باید بر چهره بسیار منفیش در جامعه چیره شود. آنچه که میتواند به او کمک کند، وجود مردی مانند ترامپ با چهره ای غیر محبوب تر است. قتل یک کشیش و مجروح شدن یک نفر از پیروان کاتولیک در کلیسایی در شهر سنت اتین دو روفره بار دیگر موجی از احساسات را در میان مردم و مسئولان فرانسه برانگیخته است. دو عامل این حمله پس از آنکه کشیش این کلیسا را با ضربات چاقو به قتل رسانده و یک نفر دیگر را مجروح کردند، در درگیری با پلیس کشته شدند. فرانسوا مولان، دادستان ضد تروریسم پاریس، در مورد عاملان این حمله میگوید یکی از آنها تا 18 مارس 2016 در بازداشت به سر می برد و در این تاریخ و به دستور دادگاه ضد تروریسم فرانسه محکوم به حبس خانگی و حمله مچبند الکترونیکی شده بود. هویت عامل دوم این حمله هنوز مشخص نشده است. آدل کرمیش 19 سال بیشتر نداشته و در سال 2015 و در پی دو بار تلاش برای پیوستن به داعش بازداشت شده بود. پلیس نورماندی در همین رابطه نیز یک نوجوان 16 ساله را دستگیر کرده است. این دو صبح شنبه و به هنگام مراسم دعا کشیش شک حمل را به قتل رساندند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پس از حمله به یک کلیسا و قتل یک کشیش و مجروح شدن یک نفر دیگر، بار دیگر بر ادامه جنگ با تروریست ها تاکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه در این باره گفت: باید حقیقتی را به شما مردم فرانسه بگویم. این جنگ طولانی خواهد بود. آنها دموکراسی ما را هدف گرفتند و این دموکراسی همزمان سپر ما خواهد بود. مردان و زنان فرانسه، با هم متحد بشویم. تنها این گونه است که می توانیم در جنگ علیه نفرت
و تعصب‌گرایی پیروز شویم. این حمله در شهر سنتتیان دوروفره رخ داده و یکی از عاملان آن جوانی 19 ساله است که به دلیل تلاش برای پیوستن به داعش چهره ای آشنا برای سرویس های اطلاعاتی فرانسه بود. اسقف اعظم نورماندی در پی این حادثه و پس از دیدار با وزیر کشور و رئیس جمهوری فرانسه گفت: به ما آموزش دادند که دوست داشته باشیم و حتی برای دشمنانمان هم دعا کنیم. آیا ممکن است که دشمنان را دوست داشت؟ نمیدانم. حداقل سعی خواهم کرد برای آنها دعا کنم. این حمله که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است، به فاصله 12 روز از حمله در نیز صورت میگیرد که در نتیجه آن 84 نفر کشته شدند. در پی حمله تروریستی در کلیسایی در استان نورماندی که مرگ یک کشیش را در پی داشت، گروهی از ساکنان شهر لیون فرانسه با مذاهب مختلف با تجمع در کلیسای سن ژان ضمن برپایی مراسم دعا یاد کشیش کشته شده را گرامی داشتند. اسقف شهر لیون گفت: چیزهایی هستند که سبب رنجش ما میشوند، اما دوست نداریم درباره آنها صحبت کنیم، حتی نمیخواهیم آنها را به رسمیت بشناسیم، اما ناگهان به ما صدمه میزنند و در مقابل ما قرار میگیرند. اما همانطور که در کتاب مقدس آمده، این حقیقت است که سبب رهایی ما میشود. حقیقت را میپذیریم، با آن روبرو میشویم و میبینیم که چه کاری از ما ساخته است. میدانید زمانی که تایتانیک به صخره یخی برخورد نابود شد و قبل از آن میتوانستیم کاری انجام دهیم. قبلا به معنی امروز برای فردا و بعد از فردا هاست. یک شهروند مسلمان که در این مراسم شرکت کرده نیز به یورونیوز میگوید: به اینجا آمدم برای اینکه همبستگی و تأسف و ناراحتی خود را به جامعه کاتولیک ها ابراز کنم. همه ما مسلمانان نیز از این حادثه بسیار متاثر شده ایم. اینجا هستم تا بگویم خداوند سراسر عشق است و زمانی که چنین اتفاقات وحشتناکی رخ می‌دهد، این خداوند است که ما را با هم متحد می‌کند. حمله به مردم بیگناه را نمی‌توان حتی جنگ نامید، زیرا آنها افراد بی سلاح هستند که هدف قرار داده می‌شوند. خبرنگار یورونیوز به محل برپایی مراسم دعا رفته و میگوید: در شهر لیون نیز واکنش ها به این حادثه همچون شهرهای دیگر سراسر فرانسه با اندوه و حیرت و نگرانی همراه بود. با وجود این حادثه کلیسا میخواهد پیام دوستی و آشتی همراه با بخشش و امید به مردم ارسال کند. مساج دپزمان و مالگری تو دو پاردون و دسپرانس ا لا کاتدرال سن ژان دو لیون. فریدریک پونسار پور یورونیوز. مقام های دو کشور مجارستان و اتریش در دیداری در بوداپست بر تلاش دو کشور برای همکاری در زمینه حل اختلافات پیشین در بحث بحران پناهجویان تاکید کردند. بر اساس گزارش ها هر هفته 600 پناهجو وارد خاک اتریش می شود که 200 تن از این پناهجویان از مرز مجارستان می گذرند. ویکتور اوربان رئیس جمهوری مجارستان گفت: تنها آن تعداد از افرادی را می توانیم به مجارستان راه دهیم که امکان بررسی آنها را داشته باشیم، زیرا از دید مجارستان هر یک مهاجر به معنی امنیت ملی و خطر ترور است. صدر اعظم اتریش نیز در این دیدار گفت که معتقد است بهترین راه حل برای کنترل ورود پناهجویان برای هر دو کشور همراهی نیروهای مرزی مجارستان و صربستان است. کریستیان کرن صدر اعظم اتریش گفت: اگر بتوانیم بر سر تعداد به ثبات برسیم، به جای آنکه تعداد را کاهش دهیم، آنگاه می توانیم بگوییم که اقدام مشترک ما موفق بوده است. مجارستان از سال گذشته اعلام کرده که با پناهجویانی که غیرقانونی وارد این کشور میشوند همانند مجرمان برخورد کرده و آنها را دستگیر میکند، اما اتریش با این اقدام این کشور مخالفت کرده است. خبرنگار یورونیوز از شهر بوداپست گزارش میدهد: وقتی صحبت از پناهجویان می شود، در چند ماه گذشته رابطه مجارستان و اتریش چندان خوب نبوده و حتی گاهی با جملاتی چندان دیپلماتیک همراه نبوده است، اما در حال حاضر به نظر می رسد هدف واقعی هر دو کشور یافتن یک راه حل مشترک و سازنده است. آیا گوشاندرها، یورونیوز، بوداپست. نخست وزیر بریتانیا و جمهوری ایرلند اعلام کردند که هر دو مایل به حفظ منطقه مرزی مشترک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی خبری که با انداکنی همتای ایرلندی خود داشت اعلام کرد: ما از آزادی رفت و آمد بین دو کشور بریتانیا و جمهوری ایرلند سالها پیش از عضویت در اتحادیه اروپا بهره برده ایم. اراده قوی در هر دو طرف برای حفظ این مسئله وجود دارد. بنابراین ما باید بر توافقی که به نفع هر دو طرف است تمرکز داشته باشیم. آقای کنینی در این کنفرانس گفت: ما توافق کامل داریم که تمایلی به بازگشت مرزهای گذشته در جزیره ایرلند نداریم.
روز دوشنبه نیز خانم می در سفری به بلفاست با وزیر اول ایرلند شمالی آرلین فوستر و معاون او مارتین مک‌گینس دیدار و در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صحبت کرده بود. در کمتر از 10 روز مانده به بازی‌های المپیک ریو هنوز مشخص نیست چه تعداد از ورزشکاران روسیه مجوز شرکت در این بازی‌ها را پیدا می‌کنند. الکساندر ژوکوف رئیس کمیته المپیک روسیه روز سه‌شنبه با رد شایعات موجود در خصوص کاهش تعداد ورزشکاران مجاز به رقابت در ریو به 40 نفر گفت: بررسی فهرست ورزشکاران در حال انجام است. هر یک از فدراسیون‌ها اکنون در همکاری کامل با فدراسیون‌های بین‌المللی مرتبط به سر می‌برند. تعدادی از ورزشکاران مشمول معیارهای تعیین شده توسط کمیته بین المللی المپیک نمی شوند. تنها در پایان این پروسه است که ترکیب نهایی کاروان ورزشی ما مشخص خواهد شد. جدا از 7 شناگر محروم، این عکس تن از 11 پاروزن تیم قایقرانی روسیه نیز از شرکت در المپیک ریو محروم شدند. نام یکی از این 3 نفر در گزارش مکلارن برده شده است. 2 تن دیگر نیز در سالهای 2007 و 2008 نتیجه آزمایش دوپینگشان مثبت اعلام شده بود. فدراسیون جهانی قایقرانی نیز 5 ورزشکار تیم کانو و کایاک روسیه از جمله الکساندر دیاشنکو مدافع عنوان قهرمانی در المپیک را از حضور در بازی‌ها محروم کرده است. 2 تن از اعضای تیم 5گانه مدرن روسیه نیز از جمله محروم شدگانند. راجر فدرر مرد شماره 3 تنیس جهان و دارنده مدال نقره المپیک لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو قادر به حضور در بازی‌های المپیک ریو نیست و تا پایان فصل از کلیه مسابقات کنارگیری خواهد کرد. این تنیس باز 34 ساله سوئیسی که 17 قهرمانی در مسابقات گرند اسلم را در کارنامه دارد، همچنان در حسرت مدال طلای انفرادی المپیک است که جای آن در کلکسیون افتخاراتش خودنمایی می‌کند. فدرر در المپیک 2008 مدال طلای 2 نفره را به همراه واورینکا به گردن آویخت و در المپیک 2012 مقابل اندی ماری در فینال انفرادی شکست خورد تا به مدال نقره بسنده کند.